سلام خوش آمدید به این برنامه صفحه دو ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برنامه بهمن کلباسی از نیویورک با ماست هادی نیلی از واشنگتن و سام فرزانه هم از واشنگتن هر آقایون درباره جنجال های توضیح میدن که بر اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سای انداخته باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا هشدار داده که جنجال بر سر اعلام نتیجه انتخابات می تواند به دموکراسی در ایالات متحده لطمه بزند چالش بسیار فراتر از ضربه به یک حزب سیاسی و یا یک دولت در پایان رقابت 18 ماهه جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده اعلام شده ولی دونالد ترامپ رقیب او میگوید که تنها، نه تنها کار تمام نشده بلکه این شروع یک مناقشه حقوقی است او میگوید تقلب و تخلف شده و تلاش دارد تا موضوع را به دادگاه بکشاند ممکن است کار انتخابات آمریکا به جهای باریک بکشد اول از باراک اوباما بشنویم به نظرم دلیلش این است که رئیس جمهوری از باختن خوشش نمیآید و هیچ وقت نمیپذیرد که باخته اما من بیشتر از این آزورده که مقام های جمهوری خواه دیگر که به قطعیت بهتر از این میدانند با این اداها همراه شدند این کار نه فقط دولت بایدن را نامشروع می کند بلکه در کل دموکراسی را هم زیر سوال می برد که این کار خطرناکی است and that's a dangerous path. رئیس جمهوری پیشین آمریکا سال اول رو از بهمن میپرسم بهمن کلباسی در نیویورک تا حالا گفته میشد که احتمالا چندان کاری از آقای ترامپ بر نمیاد شکایتاش به جایی نمیرسه با این حساب چرا آقای اوباما تا این اندازه نگرانه خب شکایت ها در اینی که تا به حال به جایی نرسیده همچنان ادامه داره گویی که اندازی هم براش وجود نداره که بتونه نتیجه انتخابات رو در هیچ یک از این ایالت ها تغییر بده پرسشی که به نظر میاد در برابر دموکرات وجود داره و آقای اوباما رو نگران کرده احتمالا این است که صرف نظر از اینکه در نهایت آقای ترامپ مجبور از کاخ سفید رو ترک بکنه و جایش رو به جو بایدن بده این اتهام تقلب که داره به صورت گسترده تکرارش می‌کنه سبب میشه که بخش بزرگی از جامعه آمریکا رئیس جمهور جدید رو مشروع ندونن و یک چنین شرایطی کم و بیش در تاریخ آمریکا بی سابقه است البته سال 2000 هم داشتیم که به هر حال بخش بزرگی از حزب دموکرات و طرفدارانشون آقای بوش رو مشروع نمیدونستند ولی به هر حال فکر میکنن دموکرات ها که ابعادش خیلی بیشتره چون در سال 2000 آقای الگور نامزد دموکرات ها پذیرفت و گفت من حمایت میکنم از رئیس جمهوری که حالا دیوان عالی تصمیم گرفته که رئیس جمهور مشروع هست و در نتیجه خیلی فرق میکنه با شرایط فعلی که آقای ترامپ در حالی احتمالاً کاخ سفید رو ترک خواهد کرد که به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسه به رئیس جمهور جدید و بخش بزرگی از جامعه و طرفداران او که بالای 70 میلیون بهش رأی دادن هم ممکن است این اتهاماتی که او به سیستم انتخاباتی آمریکا زده رو بپذیرند و با باور کنند و ادله زیادی هم هست که بخش بزرگشون پذیرفتن و فکر میکنن یه تقلب بزرگی صورت گرفته. در از دید اونها این باور در بخش بزرگی از جامعه به دموکراسی ضربه میزنه. آقای ترامپ به نظر نمیاد که سنگر خودش رو در توییتر رها کرده باشه کارزار خودش رو ادامه داده سام ممکنه کار به جاهای باریک بکشه آقای ترامپ به نظر میاد که با اطمینان حرف میزنه همینطور البته سنگر خودش رو دقایقی در روز پنجشنبه ترک کرد و یک مصاحبه تلفنی انجام داد با یکی از وبسایت‌های آمریکایی و اونجا صحبت کرد برای اولین بار بعد از این مدتی که از انتخابات میگذره و گفت که او بالاخره پیروز خواهد شد گفت دو یا سه هفته طول میکشه تا اینکه تلاش او به نتیجه برسه و در جبه های مختلف داره سعی میکنه که کار خودش رو پیش ببره مثلا اینکه داره سعی میکنه که یک جوری به ترتیبی نتیجه انتخابات در ایالت ویسکانسین رو مثلا لغو بکنه یا اینکه خیلی امید بسته به اینکه با تغییر که مثلا داره در ایالت های آریزونا و جورجیا و شمارش دستی که داره اضافه میشه خیلی امیدواره که بتونه در اون دو ایالت هم نتیجه برگرده به نفع او البته هیچ شواهدی در دست نیست که مثلا تغییر از شمارش کامپیوتری و ماشینی به دستی تغییری بده در نتیجه آراز چنین سابقه وجود نداره ولی خب بالاخره هر چیزی یک بار اتفاق میفته برای اولین بار اما فعلا مثل اینکه به نظر میرسه آقای ترامپ خیلی امید بسته روی این موضوع و چندان نشون نمیده که آماده پذیرش نتیجه انتخابات باشه حادی آقای ترامپ یک استراتژی مشخص داره یا اینکه باری به هر جهت عمل میکنه دست کم از اونچه که ما میبینیم از نحوه رفتار ستاد انتخاباتیش و کارزارهای حقوقی که راه انداخته با شرکت‌های حقوقی مختلف که باشون قرارداد بستن در ایالت‌های مختلفی که محل مناقشه است هنوز نمیشه روشن گفت که واقعا دونالد ترامپ امیدواره که نتیجه واقعا در این ایالت‌ها عوض بشه و واقعا هنوز امیدواره که به آرای الکترالی که لازم داره برسه تا بمونه در کاخ سفید یا این صرفا یک راهبرد هست یک استراتژی هست برای اینکه در این چند هفته باقی مانده تا نهایی شدن آرا در ایالت ها که ایالت ها تصدیق رسمی صادر میکنن برای آرا و بعد در کنگره به رسمیت شناخته میشه و رئیس جمهور بعدی یا در واقع میشه گفت رئیس جمهور که دوره بعدی بر سر کار خواهد بود دیگه قطعی و تعیین شده است تا اون موقع شاید آقای ترامپ قصد داره که نزد هوادارانش هواداران پرشماری که از دوره پیش هم بیشتر شد تعدادشون در این انتخابات چهره یک فردی که پای حق اونها میسته پای حرف اونها میسته برای اونها مبارزه میکنه برای اونها جلوی به قول خودش دولت پنهان میسته به قول خودش حاکمیت سیاسی در آمریکا میسته هنوز روشن نیست که کدام یک از این دوتا واقعا مد نظره شاید هر دوتاش رو آقای ترامپ بهش چشم داشته باشه قطعا بدش نمیاد که اگر هم داره تلاش میکنه که تلاش دادگاهی کرده باشه برای اینکه حرفش به کرسی بشینه که این انتخابات اونطور که خودش ادعا کرده منصفانه نبوده ولی در نهایت نتیجه رو بپذیره و بره کنار بعدش هم شاید نیاد قطعا که اگر هم توی این مسیر جایی بتونه آرایی رو زنده بکنه یا آرای الکترال بیشتری جلب بکنه ولی ناظران دارن تاکید میکنن که این خیلی بعیده چون فاصله ها توی این ایالت هایی که تعیین کننده شدند اونقدر زیاده که مواردی که تا همین الان ستاد آقای ترامپ دادگاه برده اونها رو جبران نمیکنه هنوز ممکنه هنوز ممکنه که یک دفعه یک مدرکی سندی گواهی مطرح بشه که تصویر رو عوض بکنه در مورد مثلا بعضی ایالت ها نمیدونم نمیشه در مورد آینده حرف زد ولی اینکه تا الان بعد از این،, این همه روز از پایان انتخابات از سوم نوامبر تا الان نزدیک دو هفته دیگه میشه به زودی تا الان هنوز مدرکی گواهی رو نکردن باعث میشه ناظران بگن که خب اگر گواه تا الان اینه این میزانی که دارن ادعا میکنن نمیتونه این فاصله رو جبران بکنه اگر روند معمول در انتخابات آمریکا دنبال میشد احتمالا تا حالا باید دونالد ترامپ شکست رو قبول می کرد کار انتقال قدرت شروع می شود. ولی به همین دلیل نگرانی ها بیشتر شده خصوصا بعضی از دموکرات ها همونطور که در حرفای آقای اوباما مطرح شد انگشت اتهام رو به سمت جمهوری خواهان هم میبرن میگن که اینها بعضیا با سکوتشون و بعضیا با همراهیشون با آقای ترامپ وضعیت رو دارن دشوار میکنن از انتقاد نانسی پلوسی از حزب دموکرات و پاسخ کوین مکارتی از حزب جمهوری خواه بشنوید I به نظرم بایدن چون قبلا معاون رئیس جمهوری آمریکا بوده و قبل از اون رئیس کمیته سیاست خارجی سنا بوده و همینطور رئیس کمیته قضایی محیط کار رو میشناسه برای همین انتقال قدرت به خوبی انجام میشه مشکلی نخواهد داشت اما خیلی تاسف برانگیزه که جمهوری خواهان تصمیم گرفتند خواست مردم رو در نظر نگیرند این رو هم بگذارید بگم که مثل اینه که خونه ما در آتیش میسوزه و ما از ریختن آب روی آتیش خودداری می کنیم. همه باز شماری ها باید تموم بشه. ما الان کلی پرونده در دادگاه ها داریم. تک تک این پرونده ها باید بررسی بشه. مهم نیست که شما از چه کسی حمایت می کنید. آخر سر ما می که آمریکا متحد باشه. فارغ از نتیجه انتخابات شما می به انتخابات اعتماد کنید. اگر اشکالی در سیستم انتخاباتی ما بوده نمیخوایم که این اشکال در آینده هم تکرار بشه. صدای متفاوت از مجلس نمایندگان آمریکا آمن چرا جمهوری خواهان اینطور رفتار میکنن آیا نفع سیاسی اونها در حمایت از آقای ترامپ نهفته است؟ باید در یک احتمالاً کوتاه اگه بخوایم بگیم کنترلی است که آقای ترامپ چه در رئیس جمهور باشد چه نباشد بر حزب جمهوری خواه داره و این واقعیت سبب میشه که جمهوری خواهان با احتیاط برخورد بکنن چون وقتی هم که ریاست جمهوری رو ترک بکنه همچنان یکی از محبوب ترین شخصیت های حزب خواهد بود و نه تنها خودش اینطور که گزارش ها گفتن ممکن است که برای سال 2024 کاندید انتخابات بشه ولی حتی اگه نشه اوس که میتونه با حمایتش از یک کاندیدا در کاندیدای دیگه که چه کسی نامزد حزب دموکرات حزب جمهوری خواهد شد در سال 2024 نقش اساسی بازی کنه به همین جهت یک وجهش رعایت این واقعیت است که او طرفداران بسیاری در حزب داره و میتونه تعیین کننده باشه دومیش این است که ما چند هفته با انتخابات بسیار بسیار حساس مجلس سنا در اون دو کرسی که تکلیفش باید در دور دوم مشخص بشه در ایالت جورجیا فاصله داریم و اگر آقای ترامپ از جمهوری ناراضی باشه او هیچ تعهدی به حزب جمهوری خواه نداره ممکن است که حاضر نشه از این دو سناتور جمهوری خواه دفاع بکنه حتی بهشون حمله هم ممکنه بکنه در نتیجه کمان که کرده به سناتورهای جمهوری خواه در گذشته در نتیجه نگرانن که اگر خیلی ناراحتش بکنن اون وقت واکنش او در سرنوشت انتخابات جمهوری در انت مجلس سنا در ایالت جورجیا تاثیر بذاره نفع مالی است به هر حال آقای ترامپ و تیمش دارن هر روز ایمیل و پیامک میفرستند به طرفدارانشون و میگویند به ما پول بدهید برای مبارزه حقوقی که داریم میکنیم واقعیت این است که بخش بزرگی از این پول صرف مبارزه حقوقی و بازشماری و اینها نمیشه داره میریزه به جیب ستاد آقای ترامپ و کمیته ملی حزب جمهوری خواه در یه پولی هم داره از میلیون ها دلار هم اونجا داره جمع میشه وقتی این ستا کنار هم بذارید جمهوری خواهان نفعی در اینکه فعلا برن با آقای ترامپ رو وادار کنند که همین چند هفته به سرعت از صحنه خارج بشه نمی بینن ضررش شاید براشون در کوتاه مدت بیشتر باشه به خصوص که بسیارشون میدونند در نهایت مجبور بره چرا بیان او رو خشمگین بکنن در این روزهای آخر سال بعدی رو از هادی میپرسم چرا بعضی از جمهوری خواهان راهشون رو جدا کردن از آقای ترامپ مثلا میترامنی جورج بوش اینا دلایل شخصی داره یا اینکه ممکنه یک نگاه حزبی و ملی هم درش نهفته باشه خب بعضی از این جمهوری خواهان اساسا میشه گفت هیچ وقت با آقای ترامپ همراه نشدن میترامنی اولین سناتوری هست در تاریخ آمریکا که در استیزاه رئیس جمهوری که از حزب خودش هست به او رای به عدم تبرئه داد رای به برکناری داد و در نهایت البته استیزاه به نتیجه نرسید ولی راهش رو از جمهوری خواهان روشن کرد که جداست یا جورج بوش پسر تنها رئیس جمهور سابق از حزب جمهوری خواه که در قید حیات همچنان در واقع هیچ موقع پشت دونالد ترامپ در نیامد عجیب نیست که اونها اینطور علنا دارن حرف میزنن ولی حتی موضوع به اونها محدود نمونده بعضا جمهوری خواهانی که اینطور علنی هم ضد ترامپ نبودن ضد دونالد ترامپ نبودن یا با او همراه نبودن هم دارن در این مورد موضع میگیرن ما در, از مجلس سنا از بعضی سناتورهای جمهوری خواه میشنویم که کجدار و مریض یا روشنتر از اون حتی دارن میگن که اونها هم موافقن که مثلا الان جو بایدن به با عنوان رئیس جمهور منتخب باید اون در واقع شرح اطلاعات روزانه ای که رئیس جمهور بهش دسترسی داره اون جزئیات اطلاعاتی گزارش های اطلاعاتی که به رئیس جمهور میدن به رئیس جمهور منتخب هم داده بشه کما اینکه رویه نیم قرن اخیر اینطور بوده هرچند این قانون نیست همیشه در واقع میشه گفت لطف رئیس جمهور مستقر بوده یا در کمک رئیس جمهور مستقر بوده به رئیس جمهور منتخب ولی الان خود جمهوری خواهان هم دارن میگن که جو بایدن حداقل به خاطر امنیت ملی آمریکا لازمه که در جریان گزارش های مشابه قرار بگیره اینه که نگاه ها بیشتر به جمهوری خواهانیه که حامی دونالد ترامپ بودن ولی همچنان ترجیح میدن که اونها نباشن که کار رو به رئیس جمهور سخت بکنن اونها نباشن که کار دموکرات ها رو انجام بدن از دید خودشون و به دونالد ترامپ فشار بذارن برای اینکه زودتر شکست رو بپذیره سام بهمنم اشاره کرد به اینکه از همین حالا یکی از گزینه های انتخابات 2024 هم آقای ترامپه. به نظر میاد که در چهار سال آینده چه آقای ترامپ باشه چه نباشه سایه اون همچنان بر سر سیاست در آمریکا هست همینطور آقای ترامپ یکی از کسانیه که خیلی خوب بلد از شبکه های اجتماعی استفاده بکنه در توییتر پیروان بسیار زیادی داره که حرف او رو میخرند و میبینیم که حملات او تاثیرگذار هست بر کسانی که دست کم حالا در همون طیف سیاسی قرار میگیرن همین الان صحبت این رو میکنن طرفداران آقای ترامپ که او احتمال داره بخواد یک شبکه خبری تلویزیونی درست بکنه به خاطر اینکه الان میبینیم که یک سری توییت میکنه و از شبکه فاکس مخصوصا برنامه های قبل از عصر خیلی انتقاد میکنه چون از عصر به بعد شبکه خبری فاکس مجریانی داره که بیشتر در واقع با نظر و با ایده های خودشون برنامه را اجرا میکنن شاید خیلی متکی بر خبر و واقعیت های روز نباشن آقای ترامپ داره به اونهایی که بیشتر دارن کار خبری میکنن میتازه به اونها انتقادهای شدید میکنه یک شبکه خبری که بیشتر اخبار عجیب و غریبی رو که بیشتر های توطعه توش هست اونها رو داره الان تبلیغ میکنه و خب این احتمال هست که چه به عنوان کسی که پشت توییترش نشسته باشه چه به عنوان کسی که یک شبکه خبری مستقل خودش رو داشته باشه میتونه تأثیر گذار باشه و مثلا در ایالت آلاباما ما میدونیم که آقای ترامپ همین که وزن خودش رو پشت یکی از نامزدهای انتخابات برای سنا گذاشت در انتخابات درون حزبی تو مرحله اول باعث شد که جف سشنز کنار بره آقای سشنز کسی بود که سالها در سنای آمریکا بود بسیار شناخته شده بود اولین سناتوری بود که از آقای ترامپ حمایت کرد اولین وزیر دادگستری آقای ترامپ بود اما وقتی که مورد خشم آقای ترامپ قرار گرفت و کنار گذاشته شد آقای ترامپ هر کاری آقای سشنز کرد از او حمایت نکرد و در نهایت باعث شد آقای سشنز کاملا کنار بره از عرصه سیاسی این قدرت که میترسونه جمهوری خوان رو برای اینکه بخوان مستقیم با او وارد جنگ و دعوا بشن و یک چیز دیگه هم که هست که آقای مکانل هم بهش همین هفته اشاره کرد و اون این هست که جمهوری خان هنوز سر انتخابات 2016 از دموکرات ها ناراحتی دارن اونها میگن که انتخابات که آقای ترامپ برد و انگار که دموکرات ها نگذاشتن این شیرینی به دهان جمهوری خواهان بنشینه و با پرونده های متعدد و هی با بیان اینکه روسیه دست داشته توی اون انتخابات یک جوری مشروعیت آقای ترامپ رو زیر سوال برده بودن و در نگاه بعضی از اونها و همینطور خود آقای ترامپ الان زمانیه که اونها دارن انتقام اون اتفاقهای سال 2016 رو میگیرن و در عوض دارن مشروعیت رئیس جمهوری منتخب و آینده آمریکا رو زیر سوال میبرند. که از حزب رقیبه حادی گویا نکته ای داری که میخوای بگی یه چیز دیگه هم خوبه که بپردازیم این که درسته که جم... دموکرات‌ها دارن انتقاد میکنن به جمهوری خواهان بارک اوباما رئیس جمهور سابق داره انتقاد میکنه رهبران دموکرات در کنگره دارن انتقاد میکنن به جمهوری خواهان که چرا در... از در این در نمیان از این در در نمیان که از رئیس جمهور منتخب حمایت بکنن و دونالد ترامپ رو وادار بکنن که شکست رو بپذیره ولی از اون طرف به نظر میشه خود دونالد ترامپ و بستگانش مثلا پسرانش اونها هم خیلی راضی نیستن از موزه جمهوری خواهان در روزهای اول که علنا اومدن گفتن یعنی پسران دونالد ترامپ توییت کردن که چرا جمهوری خان ساکت ما فراموش نمیکنیم شما انتخابات بعدی هم در کار خواهد بود اون موقع ما فراموش نمیکنیم که شما پشت ما نایستادید ولی بعد که بعضی جمهوری خان موزه گرفتن همچنان به نظر نمیرسه که این موزه ها اونقدری قوی باشه برای دونالد ترامپ که بشه گفت دونالد ترامپ انتظار داره حتی مثلا میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری در سنا که موزه میگیره باز هم حرفایی که میزنه از خود رئیس جمهور دونالد ترامپ شلتر به نظر میرسه حال جو بایدن به نظر نمیاد که فارق از بیعتنایی بی جمهوری خواهان میخواد اینطور به نظر میاد که میخواد برنامه کاری خودش رو پیش ببره اون مشغول مصاحبه است مشغول پیدا کردن گزینه‌های مناسب برای پست‌های کلیدی در دولت خودش هست کمی از آقای بایدن بشنویم و باز هم برمیگردیم به بچه ها به شما قول می دهم که از 21 ژانویه من و معاون منتخب کامالا هریس هر کاری که بتوانیم می کنیم که بار بیمه در زندگی شما کمتر شود. به شما قول می دهم. من بیمه شما را مثل بیمه خانواده خودم می دانم. اولین قدم هم ترمیم قانون بیمه خدمات درمانی است. هم پوشش آن را گسترش می دهیم و هم قیمتش را پایین می آبریم. تیم انتقال قدرت من خیلی زود کارشان را با انتشار جزئیات این طرح شروع. جو بایدن تا اینجا رئیس جمهوری منتخب. بهمن ممکنه که جو بایدن بدون اینکه وارد این مناقشه بشه موضوع مناقشه یا اختلاف یا حالا سوالها و شکهایی که مطرح شده از طرف آقای ترامپ ظرف یکی دو هفته آینده نهایتش تا یک ماه آینده قبل از 20 ژانویه حل و فصل بشه یه سری تاریخ داریم در تقویم سیاسی آمریکا که اینها مهمه برای این ایالت های حساس همون چیزی که هادی هم اشاره کرد تصدیق نهایی رای در هر, هر, ایالت هر ایالت تاریخ متفاوتی داره مثلا ایالت جورجیا که آقای, آقای الان درش جلو هست و قرار است که بازشماری دستی بکنن باید همه این بازشماری و تصدیق و همش انجام بشه روز 20 نوامبر که دقیقا هفت روز از حالا هست به پایان برسه و اون روزی که باید در واقع آنچه که در اون ایالت داده شده رأی که داده شده نهایی بشه در هفته بعدش سه چهار تا ایالت حساس دیگه مثل نوادا، کارنهای شمالی و دیگران هم تاریخ زلبر عجلشون هست برای همین تصدیق نهایی در نتیجه وقتی از اون روزها و تقویمها ها بگذریم و تصدیق بشه نتایج در این ایالت ها دیگه خیلی راه برگشتی وجود نداره برای همین است که آقای بایدن و تیمش خیلی درگیر این که مستقیم با آقای ترامپ پاسخ بدن یا حتی به این دعوای حقوقی بخوان مستقیما وارد بشن پرهیز کردن برای اینکه میبینن که اون ضرب العجلا یکی پس از دیگری خواهد رسید و هیچ دادگاهی نتایج رو تغییر نداده و هیچ چشماندازی هم وجود نداره که چنین اتفاقی بیفته برای همین چرا هزینه سیاسی بدن چرا درگیر بشن و خودشونو میخوان بالاتر از این دعوانشون بدن میخوان بگن به هر حال آقای ترامپ در این روزهای آخر یه کارهایی میکنه یه حرفایی میزنه ولی در, ماج... در اصل ماجرا هیچ تغییر ایجاد نمیکنه و اون این است که آقای بایدن روز 20 ژانویه رئیس جمهور جدید خواهد شد و در نتیجه فعلا تمرکزمون بر این باشد که مشکلات کشور حل کنیم و تیممون رو آماده کنیم که به محض ورود به کاخ سفید بتواند همونطور که الان شنیدیم کارش رو انجام بده. بهم. باید نزدیک چهار هزار نفر بیش از چهار هزار نفر رو در پست‌های مختلف بذارن و این کار بزرگی است که باید در روزهای آینده آماده بشن براش قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشن سام این ممکن نیست که یک نوع عملکرد واکنشی تلقی بشه یا دور از ابتکار عمل به خاطر اینکه آقای ترامپ داره حمله میکنه تلاش میکنه وکلاش وارد معرکه شدن مثلا میخواد به دادگاه بکشونه در شبکه های اجتماعی خیلی مطرحه ولی به نظر میاد که آقای بایدن بیشتر به دنبال اینه که وضعیت رو آروم بکنه بله آقای بایدن برای اینکه فکر میکنه که در نهایت باید به با جمهوری خواهانی که در کنگره هستند کار بکنه یا جمهوری که مقام فرمانداری رو در ایالت های مختلف به عهده دارن بنابراین خودش رو بیشتر میخواد که با اونها رابطه دوستی رو با اونها نگه داره و یک موضوعی هم که حادی اشاره کرد و اینکه گفت که به نظر اطرافیان آقای ترامپ میاد که خیلی محکم جمهوری خان از اونها دفاع نمی کنن. شاید بعد نباشه که به ادبیات اونها هم نگاه بکنیم بیشتر جمهوری خواهانی که دارن از آقای ترامپ دفاع میکنن نه همشون بیشترشون وقتی که دارن صحبت از باز شماری آرا میکنن نمیگن که فسادی در انتخابات بوده یا کار خلافی انجام شده بیشتر دارن تاکید میکنن به اینکه آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور به عنوان یک کسی که در انتخابات شرکت کرده حق داره تقاضای بازشماری بکنه یا هر چیز دیگری یا ببره دادگاه مثلا اینها رو عرض من اینه که اینها توی انتخاب کلماتشون هم حواسشون هست از اون طرف آقای بایدن نزدیک به پنج دهه در سیاست آمریکا اون هم بلده که چجوری اینها رو بشنوه اون هم میدونه که خب وقتی که اینها دارن این حرف رو میزنن منظورشون چیه بنابراین یک مقداری سعی کرده که بیشتر تمرکزش رو بذاره رو کارهایی که باید انجام بده و شخصا خودش وارد این دعوا نمیشه میبینیم که کسانی که دارن این دعوا رو میکنن و انتقاد میکنن از جمهوری خواهان یا رئیس جمهوری کنونی آمریکا کسانی هستن که قرار نیست حالا در دولت احتمالی آقای بایدن نقشی داشته باشند. حادی در نهایت اگر یک اتفاق عجیب و غریب بیفته حتی بعضی از اون من یکی دو بار از بهمنم شنیدم که اشاره کرده تحت عنوان یک چیزی شبیه کودتا اتفاق بیفته کلا نتیجه برگرده چنین چیزی در تاریخ آمریکا سابقه داشته ام اگر به ابتدا... از ابتدای تاسیس این ایالات متحده آمریکا و استقلالش بنگریم بله مواردی بوده که فارق از رأی الکترال در مجلس نمایندگان تعیین شده رئیس جمهور ولی خب خیلی نادر بوده و آخرین موردش مربوط به 200 سال پیش بوده مثلا حدود 200 سال پیش خیلی موارد نادری بوده روی کاغذ حرفش رو میزنند و بعضیا دارن میگن خود دونالد ترامپ هم مثلا پرسیده در این مورد از مشاورانش که چطوره یا نه ولی خب اساسا وقتی که اینجور بخواد باشه بیشتر مواردی وقتی که چند ایالت این جور فاصله زیاده و در چند ایالت هست که جو بایدن جلو افتاده بخت این رو خیلی کمتر میکنه شاید شاید در آینده روشنتر بشه در این همه هفته آینده چون دونالد ترامپ همیشه دستی دستی که بازی کرده دستی بوده که خیلی سیاست مداره نتونستن از قبل بخونن این امتیاز رو باید بهش داد که خیلی وقتا تونسته بازیایی بکنه یا کارایی بکنه که از پیش نمیشه دستش رو خوند ولی خب دست کم اون چیزی که الان میبینیم ما با شواهدی که به دادگاه ها معرف ارائه شده با رأیی که دادگاه در ایالت مختلف محل مناقشه دادن خبری از اینکه نتیجه عوض بشه هنوز نیست نمیشه در آینده قطعی حرف زد ولی این چیزی که الان میشه دید این است و این, روشنه که به نظر میرسه دموکرات هم هم به نفس دارن و خاطرشون جمعه که تمام شده است قضیه و فقط مونده که ظرف این دو هفته آینده در ایالت‌هایی که حالا مناقشه هم مطرح شده دیگه نهایی بشه آرا و روشن بشه این انتظار عجیبی نیست که مخالفان دونالد ترامپ از دونالد ترامپ الان دیگه انتظار ندارن لزوما که مثل بقیه رؤسای رو جمهور قبلی که جاشون به بعدی دادن از رئیس جمهور منتخب دعوت بکنه به کاخ سفید یا یا نطق شکستی بکنه به اون صورت احتمال خیلی زیاد اگر دونالد ترامپ داره میره کنار احتمال خیلی زیاد با ادامه ادعای تقلب با ادامه ای ادعای اینکه انتخابات رو ازش دزدیدن از دستش در آوردن با ادامه ای اینکه به در حقش بی‌انصافی شده از قدرت کناره گیری خواهد کرد این احتمالا بخشی از هویت دونالد ترامپ خواهد بود بعد از این که مرتب بگه که در انتخاباتی کنار گذاشته شد که به زعم خودش و به ادعای خودش و حامیانش منصفانه نبود و مرتب میگه که او نباخت بلکه انتخابات از او دزدیده شد این احتمالا تصویری هست که خیلی ها گمان میبرند خواهند دید از دونالد ترامپ که این رو هم اضافه بکنه به شخصیت سیاسیش ممنونم از هادی نیلی و سام فرزانه هر دو در واشنگتن و همینطور بهمن کلباسی از نیویورک و ممنون از شما که این برنامه صفحه دو رو نگاه کردید صفحه دوی ویژه انتخابات آمریکا بود شب و روز بر شما خوش